سلام، خوش اومدید به نوبت شما. انسان‌ها صرف نظر از اینکه در چه کالبدی و با چه ویژگی‌های جنسیتی به دنیا میان، معمولاً از خودشون و هویت جنسیتیشون برداشت و تصویری در ذهن و روان دارن که نهایتاً در تعریف و شکل‌دهی به هویت فردی و اجتماعی انسان در سطح فراگیرتر هم میتونه نقش داشته باشه. حالا تصور کنید فردی رو که با بدن یک مرد، یعنی با آلت جنسی مردانه به دنیا میاد، اما به لحاظ هویت جنسیتی خودش رو متعلق به جنس مخالف میدونه، یعنی با جنس مؤنث همزاد پنداری میکنه و ایدئال‌های زیبایی فیزیکی براش در قالب بدن زن تعریف شده. این افراد رو در طبقه بندی های جنسیتی جزو گروه ترانسکشوال ها یا تراجنسیتی ها میگنجونن. بیشتر این افراد، اما نه همه، ترجیح میدن با تغییر جنسیت بین تصویر ذهنی و ویژگی های جنسیتی بدنشون هماهنگی به وجود بیارن. عمل تغییر جنسیت در بعضی از کشورها از جمله ایران انجام میشه. با این حال بعضی از ترنس ها یا تراجنسیتی ها از وضعیت و شرایط زندگیشون در ایران گله دارن. از مشکلات مربوط به حمایت های مالی برای انجام عمل و کیفیت خود عمل جراحی گرفته تا مشکلات فرهنگی مثل طرد شدن از خانواده و اطرافیان که به نوعی از کمبود آگاهی رسانی در سطح جامعه ناشی میشه. من احسان آمرتوسی هستم و امروز از شما اگه ترنس هستید درباره تجربیات، مشاهدات و مشکلاتتون در ایران میپرسم. آیا حمایت‌های دولتی و غیر دولتی به اندازه کافی در بحث مشاوره و خدمات درمانی وجود داره در ایران؟ از کیفیت عمل جراحی تغییر جنسیت در ایران بگید. خانواده‌ها و اطرافیان ترنس‌ها در ایران تا چه حد این افراد رو به راحتی می‌پذیرن و ازشون حمایت می‌کنن؟ برای شرکت در بحث به ما ایمیل بزنید یا اینکه از طریق وبکم و یا تلفن و اس ام اس با شماره‌ای که الان براتون می‌خونم تماس بگیرید. 2044 207 765 2077، 2044 207 765 2078، شماره اس ام اس گیر برنامه 2044 77 86 221 127 و 2044 77 86 200 548. برای ایمیل زدن هم شما @bbc.co.uk رو یادداشت کنید. در فیسبوک و توییتر هم این بحث در جریان، دنبال بکنید ما رو در توییتر با شناسه @bbc شما. امروز مریم زهدی هم اینجا همراه ماست و مریم گشته در وبلاگ ها از دغدغه های و مشکلات تراجنسیتی ها در ایران برامون یه گزارش مفصلی میده. مریم خیلی ممنون احسان. سلام. حضور ترانسجندرها یا افراد تراجنسیتی در اینترنت برخلاف خیابون‌های شهرهای ایران خیلی پررنگه. ترنس‌ها در اینترنت بسیار فعالن و از مشکلاتشون میگن، با هم درد و دل میکنن. از همه اینها براتون گزارشی خواهم داشت، ضمن اینکه مثل همیشه آماده دریافت و خوندن نظرات و پیام‌های شما در طول برنامه هم هستم. اما اول احسان و تلفن‌های شما. بسیار خوب، تلفن‌هایی که داریم، اول ندا هست از ایران روی خط 1، بعد هم با مهسا از ترکیه صحبت میکنیم رو خط 2، و البته قبل از همه اینها از طریق وبکم با محبوبه کتیرایی، روان درمانگر از تورنتو کانادا صحبت میکنیم. سلام میکنم به شما خانم کتیرایی، خوش اومد به برنامه ما. سوال اول اصلا تعریف خود تراجنسیتی ها هست، دقیقا اگه میشه برای ما بیشتر در مورد این مفهوم صحبت بکنید و انواع مختلفی که ما ترنس ها رو در واقع طبقه بندیشون رو شنیدیم و میدونیم که این گرایش های مختلف در بین خود ترنس ها وجود داره. با سلام، من بلافاصله میرم به طرف سوالی که کردید و مسئله تراجنسیتی ها یا ترانسجندر. اینها اشخاصی هستن که مایل به تغییر در واقع قواعد فرهنگی و اجتماعی و فیزیکی نقش جنسیتی خودشون هستن، یعنی کسایی که خودشون رو به صورت مرد، زن، دو جنسه یا بی جنسیت حتی میبینن. و ترانسجندر ها در واقع یک گرایش جنسی ندارن که مشخص باشه. اون چیزی که خیلی مهم هست در این مورد این هستش که بدونیم که هویتی سیال رو ما داریم راجبش صحبت میکنیم. یکی از گروه های در واقع تراجنسیتی یا ترانسجندر در واقع ترانسکشوال ها هستن و اونها کسایی هستن که در واقع لزوماً از بدن خودشون متنفر نیستن. این باز یک در واقع تصوریه که ما داریم، ولی دوستان دارن که یک مراحلی رو طی کنن توی جراحی یا تغییرات دیگه ظاهرشون که در واقع اون چیزی رو که درونن احساس دارن با اون چیزی که برونی و قابل مشاهده هست بتونه یکی بشه. یعنی به هر حال میخوان بدنشون رو تغییر بدن، درسته؟ همه نه، همون جور که شما گفتید در ابتدا همه به این صورت نیستن، ولی بعضی ها میخوان که تغییر بدن. بله، و مراحل متفاوت هم داره و لزوماً تمام این مراحل، یعنی به صورت دو قطبی نباید به این نگاه کنیم که مثلا فکر کنین یک نفر که خصوصیات
یک زن رو داره بخواد لزوماً تبدیل بشه به قطب مخالفش که مرد باشه، چون بین این دو قطب مراحل متفاوتی هست، گوناگونی زیاده و همونجور که گفتم هویت سیالی رو در بر میگیره در واقع. بله خیلی ممنون. قبل از که با ندا صحبت بکنم من یه سوال دیگه دارم در مورد دو جنسه ها، چون ادریس در فیسبوک همین سوال رو مطرح کرده در موقع هرمافرودیت ها رو، کسانی که دو جنسه شناخته میشن، سوال کرده که آیا اینها هم در همین طبقه بندی ترانسکشوال ها قرار میگیرن یا خیر، و اصلا اینکه این افراد به همون شکل یعنی با هر دو حالت جنسی به دنیا میان یا خیر. باز این برمیگرده به تفاوت بین هویت جنسی و هویت جنسیتی. هویت جنسی اونی هست که ما در واقع باهاش به دنیا میایم. هویت جنسیتی اون هست، اون احساسی هست که ما نسبت به خودمون داریم. این دوتا باز متفاوتن و در مورد کسایی که دو جنسه هستن این باز در واقع ممکنه یه مسئله بیولوژیکی باشه، ولی یه مسائل دیگه ای رو هم از لحاظ هویت جنسیتی باز باید در نظر بگیریم که آیا این شخص نسبت به خودش چه احساسی داره و به طرف چه کسی تمایل و کشش داره، اون وقت گرایش جنسیش رو باز مشخص میکنه. برای همین این دوتا رو باز باید با همدیگه در واقع جدا کرد. ترانسکشوال ها و تراجنسیتی ها، تراجنس ها با دوجنس ها فرق میکنن. حال بسیار خوب، خیلی ممنون. برای من یه طیف بسیار گسترده‌ای هستش. ندا از ایران، شما به عنوان یه تراجنسیتی تجربه خودت از زندگی در ایران بگو و اینکه چه مشکلاتی رو بیشتر احساس کردی در ایران وجود داره برای شما. با سلام خدمت شما، من ندا هستم، یک تیف ایرانی. مشکلات من مشکلات خانوادگی هستش که خانواده مذهبی بطه هست که میدونم که به شدت مخالف تغییر من هستن، به شدت مخالف هستن. من خوش بلا خیلی سعی کردم که با اونها صحبت کنم، اونها رو بیانی که من چی هستن ولی قبول نشدن. خیلی سخت میگیرم، سختی در حد پرفکت و در حد بالایی هستش. خودت یعنی ندا دوست داری که عمل تغییر جنسیت رو انجام بدی، درسته؟ کاملا دوست دارم، واقعا دوست دارم. در مورد مشکلاتش رو اینها هم شنیدی؟ مثلا میدونی که ممکنه بعضی از بخشاش هم سختی خاص خودشو داشته باشه، با علم به این باز میخوای انجام بدی عمل، درسته؟ بله. خب من کاملا واقع هستم، میدونم که چی هستم و میدونم که چی میخوام. من این سرات جامعه کمتر این رو هستم دیستم، این کار بمبال نن نم بشناسم نم عبد. خب ندا گفتی خانواده مذهبی داری، ولی میدونیم که آیت الله خمینی هم با فتوایی که در واقع دادن در سال 64 عملا این امکان فراهم شد برای خیلی از کسانی که نیاز دارن به عمل تغییر جنسیت که این کار رو انجام بدن. با این حال خانواده شما همچنان مخالفت میکنن؟ بله خانواده کاملا مخالف هستن. بگویی یکی آیت الله خمینی که این فتوا رو داده این فتوا جاری شده و قانون شده، ولی تو که ما هم وابسته خانواده هستیم، خانواده ما هر چیزی که میخواد میبرن. در مورد دوستانت هم میشه بگی؟ یعنی دوستانت آیا اونها پذیرفتن به حال این حالتی رو که شما داری و اینکه نیاز داری، دوست داری که میخوای تغییر بدی عمل تو، یا خیر اونها همون برخورد خانواده رو دارن با تو؟ ببینید این رو بهتون میاد دوستان خارج از جاست، بعد از قبول کردم، بعد این اصلا قبول نکردم، بعد از اون قابلت تر کردن، بعد از اون که به صورت محدود هستم من پدید افتاد.
بسیار خوب، خیلی ممنون ندا، مرسی. مهسا از ترکیه هم داریم، البته بعد با مهسا صحبت میکنیم. فعلا نظر خانم کتیرایی رو بشنویم. نقش خانواده، پذیرش خانواده هم به نظر میاد که یکی از موضوعات خیلی مهم برای تراجنسیتی ها هست. اگه میشه بیشتر در مورد اهمیتش در اون روند عمل تغییر جنسیت بیشتر بگید و اینکه کمک بشه به این افراد که هویت جنسیتی خودشون رو بهش برسن. خب یکی از باز دوباره یکی از مشکلات این هستش که ما کاملا همه چیز رو باز دو قطبی میبینیم در واقع اون کسی هم و فکرم میکنیم که در واقع اون به اصطلاح هویت جنسی که یه نفر توش به دنیا میاد هویت جنسیتیش هم باید باشه. این مشکلات زیاد هستش توی ایران و در واقع من چیزهایی رو که میشنوم از کسایی که باشون کار میکنم واقعا وحشتناکه. گاهی وقتا خشونتهایی که بهشون میشه و گاهی وقتا حتی اعضای خانواده، مثلا یکی از کسایی که من میشناسم بردنش تو زیر زمین، مثلا شلاقش خشونت های خیلی خیلی واقعا زیادی میشه به بچه های ترنز توی ایران و به اضافه این که خب مسائل و مشکلات دیگه هم دارن، نه تنها خانواده ها قبولشون نمی کنن، مسائل و مشکلات دیگه هم تو اجتماع دارن. مراحل متفاوت مثلا تغییر رو توی ایران واقعا به اون صورت قبول نمی کنن، اشخاص رو ناقص میبینن. اگر که کاملا زن یا کاملا مرد نباشن وقت ناقص هستن، بعد اینا از لحاظ کاری مشکلات دارن، جایی بهشون کار درست حسابی نمیدن و اگرم کاری بهشون بدن ازشون سوء استفاده میکنن. مشکلات این شکلی خیلی زیاد هست. از لحاظ فرهنگی ممکنه درست فتوایی داده شده باشه یا مثلا از لحاظ دولت ایران به ظاهر این باشه که مثلا این چیزا قبول شده، ولی در واقع هیچ نوع حمایت و پشتیبانی عملا از اشخاص نمیشه. بسیار خوب، خیلی ممنون از شما. برمیگردیم پیش شما خانم کتیرایی، مهسا از ترکیه. شما در مورد این عمل تغییر جنسیت که در ایران هم میدونیم که انجام میشه چقدر اطلاعات دارید؟ آیا لحاظ کیفیت عمل اون اطمینان لازم در واقع ایجاد میشه که افراد به راحتی برن وارد این روند بشن؟ سلام خدمت شما و شنوندگانتون خانم دکتر. متاسفانه تا جایی که من سر عمل زهرهی دوستان خودم در ایران حاضر بودم این عمل توی ایران از کیفیت بالایی برخوردار نیست، ولی نمیتونم با قاطعیت در مورد کیفیت این عمل صحبتی کنم به خاطر اینکه زمانی میشه این نظر با قاطعیت داد که از عملهای کشورهای دیگه که این عمل رو انجام میدن خبر داشته باشم یا اونا رو دیده باشم. من تنها عملهایی که دیدم عملهایی بوده که تو ایران انجام شده توسط دکترایی که تو ایران این عمل انجام میدن، ولی تا جایی که من دیدم عملها کیفیت بالایی برخوردار نیست و بعد عمل بچه ها با مشکلات خیلی زیادی برخوردار. شما خودتون ترنس هستید نهسا؟ بله. خب در ایران که زندگی میکردید، حالا جدای بحث عمل و تغییر جنسیت، اصولا چه مشکلاتی ترنس ها در ایران باش روبرو هستن؟ حالا غیر از اون نکته برخورد و پذیرش که از طرف خانواده صورت میگیره یا خیر که ندام بهش اشاره کرد، دیگه چه مشکلاتی هست؟ خب مشکلات برای هر قشری خب وجود داره، تنها مربوط به قشر ترانسکشوال نیست، ولی خب برای قشر ترانسکشوال یه سری مشکلاتیه که شاید به حق بهشون وارد نیست. یعنی که یک ترانسکشوال میتونه مثل یک آدم عادی، مثل یک خانوم میتونه کار کنه، فعالیت کنه داخل اجتماع، ولی خب به خاطر تناقضی که بین قول خانم دکتر هویت جنسی اون و مدارک شناسایی اونه، خب این امکان برش داخل ایران نیست. اگه بخواد تحصیل کنه خب بخواد وارد دانشگاه بشه، به خاطر باز هم این تضاد ظاهر فیزیک و نوع رفتارهاش و مدارک شناساییش، خب خواه نخواه برش مشکل به وجود میاد. اینا مشکلاتیه که بیشتر بچه های ترانسکشوال تو ایران باز دست بگری کنه. خب مهسا، دوستایی که در ایران داری، اون ترانسکشوال که در ایران آشنا بودی باشون، اونا چقدر انجام دادن این عمل رو و آیا راضی بودن یا خیر؟ خودت مثلا دوست داری که این عمل رو انجام بدی اگه در ایران باشی یا هر کشور دیگه؟ راستش اکیپی که ما داخل ایران و بچه ها بودیم، اکیپ شامل 20 نفر از بچه هایی بود که توی جلسه های مشاوره که پزشکی قانونی برای قبل از عمل جراحی برای ترانسکشوال ها داخل ایران ترتیب میده آشنا شده بودیم و از اون اکیپ 20 نفری فقط من و یکی دیگه از دوستانم هستیم که جراحی نکردیم و 18 نفر بقیه همه جراحی کردن و از این 18 نفر شاید به راحتی بتونم بگم من سر عمل 10 تاشون بودم.
ولی نه، من خودم اولین کسی بودم که داخل ایران مجوز عملمو گرفتم، ولی بعد از اینکه یه خورده به قول معروف کلامو قاضی کردم، دیدم انجام این عمل طراحی برای من چیزی رو تغییر نمیده. شاید به یه سری آرزوهایی که مثلا ماهیت زنانه یا بگم جنسیت زنانه برسم میتونستم این کار بکنم، ولی به مرور و با مطالعه‌ای که کردم متوجه شدم از دید خودم، اینایی که دارم میگم همش نظر شخصی خودمه و هیچ ربطی نداره که حتما باید درست باشه، به نظر من جنسیت به داشتن آلت تناسل زنانه یا مردانه نیست. شما میتونید خیلی از دختر خانمایی رو ببینید که حتی خودشون هم نمیدن که ما ترانسکشوالیم. دختر خانمی رو ببینید که مثلا چندین سال تو رشته های رزمی، رشته های بسکتبال مثلا کار میکنه، ولی تو با معاشرت با این خانم که حتی خودش هم خودش ترنس نمیدونه هیچ حس زنانگی ازش نمیگیری، ولی ممکنه با یک آقای برخورد داشته باشی که حتی اونم خودش رو ترنس نبینه، ولی هیچ وقت حس نکنی که طرف مقابلت یک مرده. به نظر من اصلا نمیتونی روی دید این که حالا این عمل جراحی میتونه به تو ماهیت بده، میتونه به تو هویت بده، بخوای این عمل انجام بدی، به نظر من اصلا صحیح نیست. خب حالا مهسا تو عملا اشاره کردی بحث هویت جنسیتی، فکر نمی‌کنی که همین عمل تغییر جنسیت اگه انجام بشه، خب اون جامعه هم به هر حال تو رو راحت‌تر اون وقت می‌پذیره، جنسیت تو رو به عنوان یک زن مثلا راحت‌تر قبول می‌کنه؟ آیا این عمل نمی‌تونه کمکی باشه به در واقع مشخص کردن هویت جنسیتی شما برای جامعه دست کم؟ اگر بخوایم این جامعه رو مختص در چارچوب جامعه ایران ازش اسم ببریم، خب مسلما این عمل جراحی میتونه خیلی بهت کمک بکنه، ولی با توجه به اینکه با علم و آگاهی کامل از عوارض بعد از عمل تو این عمل رو انجام بدی و بپذیری همه مشکلات بعد عمل رو، نه اینکه بری انجام بدی این عمل رو و بعد بخوای همه چی رو بندازی گردن نمیدونم دولت، جامعه یا نمیدونم ارگان ها و دستگاه های مختلف. گفتی علم و آگاهی، آیا این علم و آگاهی رو دولت یا به هر حال کسایی که دستن در کار هستن به اندازه کافی در سطح جامعه پراکنده میکنن که همه متوجه بشن ماجرا چیه؟ خب مسلما در چند سال اخیر این اطلاع رسانی خیلی بهتر شده، همین که ترانسکشوال ها رو از شاخه گی ها و بقیه گرایش ها جدا کردن و به اینا مجوز میدن و قبل از عمل اینا میتونن در پوشش زنانه وارد جامعه بشن و تمام این که حالا یه مدت به عنوان زن در جامعه زندگی کنن با مشکلات زن بودن دست و پنجه نرم کنن و اینجور مسائل، خب اینا همش باعث حمایت هایی که اخیرا دولت داره از اینجور افراد میکنه و بزرگترین حمایتی که داره از اینجور آدم ها توی ایران نیسته تغییر مدارک شناساییه که خب بعد از عمل خیلی کمک میکنه به این بچه ها که دیگه راحت میتونن اگر واقعا تن به این عمل و جراحی میدن بعد میتونن با یه هویت کاملا زنانه مثل هر زن دیگه ایتون جامعه زندگی کنن. بسیار خوب، خیلی ممنون از شما مهسا. مرسی خانم کتیره. نکته دیگه اگه در صحبت‌های ندا و مهسا بود که می‌خواد اضافه بکنید بس، به خصوص در مورد جنبه‌های اجتماعیش با توجه به تخصص شما که روان درمانگر هستید و اینکه هویت جنسی فرد در اجتماع چطور باید اصولا پذیرفته بشه، بفهمید که بحث جمع کنید. من فکر میکنم مهسای عزیز یک نکته رو مطرح کردن که خیلی خیلی مهمه و اون این هستش که لزوماً آلت تناسلی با اون آلت تناسلی که ما به دنیا میاییم و آموزش و پرورشی که مطابق با اون در واقع بیولوژی ما هست لزوماً به این معنا نیستش که هویت جنسی ما رو تعیین خواهد کرد به صورت مرد یا زن. در واقع یه مقدار مطالعه حتی شده روی کسایی که دو جنسه هستن و فکر کردن که مثلا فکر کنین چون صدمه‌ای به آلت جنسیشون به عنوان یک پسر خورده بعد تصمیم گرفتن که به عنوان دختر بزرگش کنن و مشکلاتی که بعداً این شخص توی در واقع بزرگسالی باهاش روبرو شده این هستش که به هیچ وجه احساس این که یه دختر هست نمی‌کرده و احساس می‌کرده یک پسر هنوز. یعنی یه چیزی رو که مهسای عزیز اشاره کردن این هستش که اون هویت درونی ما بسیار بسیار مهمه و تا موقعی که ما به اون نپردازیم و برای اون احترام قائل نباشیم تمام این مسائل باز دوباره مشکل زا خواهد بود.
بسیار ممنون، خیلی ممنون خانم محبوبه کتیرایی روان درمانگر از کانادا با ندا از ایران و مهسا از ترکیه هم خدافظی بکنیم، بریم پیش مریم ببینیم که در وبلاگ ها چیا پیدا کرده، چون میدونم که خیلی شبکه قوی بین خودشون دارن ترجنسیتی ها تو فاز اجتماعی در فاز شبکه های اجتماعی. به نظر میرسه کسان تو اینترنت هم یه راه دسترسی به همدیگه بیشتر براشون فراهمه. یه چرخی که میزدم، بهتره که قبل از اینکه شروع بکنم از وبلاگ ها بگم اون چیزی که بیشتر به چشمم اومده چی بوده. معمولا تو وبلاگ ها و سایت هاشون یاد میکنن از سایت مهتا، مرکز حمایت از تراجنسی های ایرانی، که یک سایت مفصلیه که اخبار توش داره، چیزهای آموزشی توش داره، مراکز خدماتی رو معرفی میکنه، همین تو با هم دیگه باز ارتباط میگیرن کسایی که علاقمند هستن. و بعد اسم برم از مریم ملکارا، کسی که اولین عمل تراجنسیتی تغییر جنسیتی رو انجام داده بعد از فتوایی که آقای خمینی داده، همونی که اشاره شد الان تو بحث. این شخصی بوده که خودش حتی رفته برای اون فتوا قدم پیش گذاشته. دقیقاً. برای همین ازش به نیکی یاد میشه مدام در این سایت ها و وبلاگ ها. یه بخش عمده از چیزهایی که در وبلاگ هاشون می نویسن اینها برمیگرده به روزمرگی هاشون، اتفاقاتی که در روز براشون میفته، احساساتی که دارن، عشق و عاشقی هاشون، حتی ازدواج هایی که بعضی از این افراد میکنن. چند نمونه اینجا داریم. مثلا در این وبلاگ اصلا ندا صحبت میکرد راجع به اینکه خانواده مذهبی داره و مشکل داره، مثلا این مشکلی که غالبا میگه که باش روبرو هستن. پریسا نویسنده این وبلاگ میگه که من متوجه شدم که خانواده خیلی مذهبی هستن و مشکل دارن، مسائل شرعی اجازه نمیده که این اون کاری که میخوان بکنن. داره میگه که اینجا اطلاع رسانی میکنه که هستن روحانیونی که بتونن توجیه بکنن خانواده های شما رو، حتی معرفی میکنه، میگه یک حجت الاسلامی هست که من باش در ارتباطم، تحقیقات میکنه، مینویسه، میخونه، صحبت داره در این زمینه، تشویق میکنه خواننده هاش رو که برن باهاش صحبت بکنن، یا حضوری یا تلفنی، بلکه تاثیر بذاره فضای خانواده یه مقدار برای این افراد هموارتر بشه. یا مثلا وبلاگ دیگه‌ای که بهش اشاره میکنم یک ترنس و کوفی تبار هاست، که اینجا هم دقیقاً مشخصا نوشته که در 1 آبان سال 92 جسم گم شده ام را پیدا کرده و پروانه شدم. بسیار خوب، قرار است که ادامه بدیم. مریم عذرخواهی میکنم، بذار همینجا من سلام بکنم به شنوندگان رادیو فارسی بی بی سی. امروز در مورد ترانسکشوال ها یا ترنس ها در ایران صحبت میکنیم، مشکلاتی که دارن و عمل تغییر جنسیت. مریم داشت بیشتر در مورد چیزی که در وبلاگ ها دیده و صحبت ها و دغدغه هایی که این افراد دارن صحبت میکرد. در مریم داشتم از این وبلاگ میگفتم که به پروانگی و پروانه شدن اشاره داره احسان. ظاهرا این اصطلاحی است که خیلی از اینها استفاده میکنن و تشبیه میکنن وضعیتشون رو به پروانگی و پیله پروانه و رها شدن و پروانه شدن. وبلاگ بعدی که میخوام روش صحبت بکنم اولین شب آرامش هست، اینم باز از روزمرگیاش مینویسه، نوشته من دانیال 21 سالمه و یک ترانسکشوال F2M هستم، یعنی فیمیل تو میل، مؤنث به مذکر. این وبلاگ شرحی از زندگی منه. یا این یکی که یک خاطری، بخشی از خاطراتش رو اینجا منتشر کرده، نوشته تو باید زن میشدی، اولین باری بود که به غیر از خودم زمانی که جلوی آینه میستادم این جمله رو به خودم میگفتم، از کس دیگه این جمله رو میشنیدم، در کلاس رو بسته بود نمیذاشت برم بیرون، برمیگرده به دوران راهنمایی این چیزی که نوشته اینجا و سعی میکرد منو بگیره و این میگفت تو پسر نیستی، تو یه دختری، تا اینکه تونستم خودم از پنجره حیات برسونم. خلاصه از تجربیات ناخوشایندش داره صحبت میکنه. وبلاگ دیگه ای که میگم اطلاع رسانی میکنه، باز از روزمرگیاش مینویسه، اسمش ترنس ها هست و سارا دختری از قبیله ترنس که داره میگه میخواد عمل بکنه و چقدر خوشحاله که میخواد تبدیل به یک زن بشه و لذتی که میبره فکر میکنه که خیلی زن ها نمیبرن از این حسی که داره. در فیسبوک هم فعال هستن، انجمن همدردی با ترنس شوال های ایران یا یادداشت‌های یک ترنس، که اینجا به عمل‌ها باز اشاره شده، دقیقاً همین مشکلاتی که الان مطرح شد توی فضای اینترنت هم منعکس شده. من نظرات مردم رو هم در طول برنامه برای شما خواهم گفت. مرسی مریم، باز برمیگردم پس برنامه این پیش تو در بخش‌های بعدی برنامه با تاها از ترکیه صحبت بکنیم و مرسده از تورنتو که بیننده‌های بعدی ما هستن. تاها، تو اگه میشه بیشتر در مورد اون مشاهداتی که داشتی از وضعیت ترنس ها در ایران بگو، که چقدر راحت زندگی برای این افراد، جامعه چقدر راحت میپذیره اینها رو و اون عمل تغییر جنسیت هم ازش چقدر اطلاعات داری تو؟ من با توجه به چیزایی که خودم یعنی تجربه کردم به عنوان یک ترنسی که در ایران بود و فکر میکنم وضعیت ترنس های F2M در ایران خیلی وحشتناک‌تره نسبت به بچه‌هایی که F2F هستن. یعنی زنانی که میخوان عمل تغییر جنسیت بدن و تبدیل مرد بشن شرایط سختی دارن به اعتقاد شما؟ خیلی سخته، هم از لحاظ جراحی های چون مراحل جراحی خیلی سخت داره و هم از لحاظ اجتماع،
مثلا اجتماعی که چون جامعه کلا مرد سالاره و جامعه مرد سالار از اینکه یه قشری حالا به عنوان یه جنسیت زن وارد بشه تو اجتماعشون و بخواد بگه من مرد هستم و سخت میپذیرن، و جدا از اون اینکه در مورد عملهایی که در اینان اتفاق میفته عملها اصلا خوب نیست، یعنی اصلا از کیفیت خیلی پایینی برخورداره و اینکه آموزشی ما در این سطح نداریم. این کیفیت پایین عملها که تا میگی دقیقا منظور چی هست؟ مثلا چه مشکلاتی بعد از عمل ممکنه پیش بیاد که میگی کیفیتش پایینه؟ عمل کلن عملی که در ایران انجام میشه عمل اصلا خوبی نیست، یعنی نمیگم که حالا شاید 1% از مردم رضایت داشته باشن از بچه هایی که دارن این عمل انجام میدن، ولی از این که میگم عمل خوبی نیست به خاطر اینکه سطح آگاهی دکترا کمه و یه چیزی رو فقط یاد گرفتن، یه چیز خیلی کم و کوچیکی رو یاد گرفتن و این اومدن روی بچه ها انجام دادن، مثل موش آزمایشگاهی بچه ها رو گذاشتن زیر تیغ جراحی و بچه ها اصلا راضی نیستن. بخیه هایی که انجام شده بخیه ها رو هنوز خوب انجام ندادن، خیلی جاها هنوز بخیه ها درد میکنه، بعد از مدت ها حتی 4-5 سال بچه ها عمل کردن هنوز جای بخیه هاشون درد میکنه، و اینکه خوب تخلیه ها انجام نشده، خیلی از بچه ها بعد از اینکه تخلیه رو انجام دادن نمیدونم اون باند و قیچی و اینجور چیزا، من شاهدش بودم خیلی از بچه ها اتفاق افتاده براشون که جراح خوب کارا رو انجام نداده و این چیزا باقی مونده توی عمل تخلیه شون. و اینکه بعد از عمل تخلیه ما عملامون فکر میکنم دوره 2 بخش و 3 بخش جراحی هستش، و توی عملهای بعدی دکترها متاسفانه به علت میگم حالا تجهیزاتی که ندارن و یا آگاهی و یا با همون تخصصی که ما نداریم توی این زمینه خوب نتونستن عملی رو به عنوان یک عمل تغییر جنسیت در ایران بتونن به اجرا بذارن. بسیار خوب، خیلی ممنون تا مرسی. با مرسده از تورنتو صحبت بکنیم. مرسده، شما چه مشاهده ای داری از وضعیت زندگی ترانسکشوال ها در ایران؟ با سلام خدمت شما و سرکار خانم کثیرایی. سلام عرشان. و کسایی که برای بهبود وضعیت ترانسکشوال در کل مناطق چه ایران چه جاهای دیگه دارن فعالیت میکنن، والا دیدگاه ها متفاوته، هر کسی از دیدگاه خودش به مسئله نگاه میکنه، ولی توی یه جنبندی کلی باید بگم که وضعیت F2M ها توی ایران از دیرباز خیلی متفاوت تر از بقیه بوده و به اصطلاح به نوعی قابل ضربه زدن بیشتر بودن، و هر که با ما ها مواجهه می شد به عنوان اینکه خب ظاهرمون یه پسر بود ولی اشکال و شواهد یه زن رو داشتیم، میتونست به خودش اجازه میداد که تعرض بکنه، هر برخوردی بکنه، و این واقعا محدود ایران نمیشه، من جاهای دیگه هم تجربه کردم. خب این چه مشکلاتی رو در سطح جامعه بعد به وجود میاره؟ مثلا در محیط هایی که به خصوص بیشتر محیط های مردانه است، مثل محیط سربازی فرزن، چقدر اصلا این افراد میتونن به راحتی معافیت بگیرن که وارد اون پروسه سربازی نشن؟ آیا تجربه داشتید شما خودتون یا مشاهده ای داشتید؟ خدمت شما عرض کنم که من چون سالها قبل به سال یه نسل قبل از این نسلی هستم که الان صحبت دارن میکنن، من شرایط الان رو واقعا نمیدونم، ولی شرایطی که من نوعی که در اون زمان بودیم، من 17 سال پیش جراحیمو داشتم، تو اون زمان واقعا شرایط نمیدونم واقعا چجوری توصیفش کنم، حتی من اون زمان ترکیه هم اومدم، نه اینکه برای پناهندگی، برای اینکه ببینم مثلا موقعیت چطوره، شرایط چطوره. دیدم اونجا هم حتی من همین چند سال قبل هم که اونجا بودم شرایط همون جوری بود. جالب توجه اینی که من کانادا هم اومدم دیدم شرایط یه جورایی به همون شکله، حالا شاید مستقیم باشه ولی اینجا هم ماها رو اکسپت نمی کنن. خیلی کوتاه مرسده، فقط اگه بتونی بگی که راضی بودی از عملت یا خیر؟ من همونطور که دوستمون قبلا گفت کیفیت خیلی برام مهم بود،
نه متاسفانه کیفیتی به اون شکلی که تصور داشتم نبود، ولی ظاهرا دوستایی که رفتن تایلند این عمل انجام دادن خیلی راضی هستن و حالا واقعا من اینو نمیتونم مستقیم لمس کنم، ولی اینطور که تعداد زیاد این کار کردن، خب اونجا مثل اینکه از تبحر بالای برخوردارن و به طلا میتونن به نتیجه برسن راضی هستن، ولی نه. بسیار خوب، خیلی ممنون از شما. تاها از ترکیه باز برمیگردیم پیشش. تاها، تو تازه این عمل رو انجام دادی، در مورد بحث سربازی بگو، این که چقدر راحت بود بحث گرفتن معافیت و آیا مشکل خاصی در این روند معافیت ایجاد شد برای شما یا خیر؟ متاسفانه روندش که روند خیلی راحتی نبود، متاسفانه خیلی سخت بود. من فکر می‌کنم اگه 2 سال می‌ذاشتن ما واقعا سربازی می‌رفتیم خیلی راحت تموم می‌شد برامون. و اینکه آگاهی دکترایی که اونجا به عنوان کسایی که معافیت پزشکی به ما میدن و ما بعد اونجا بالاخره خودمون رو نشون بدیم بهشون که یه ترنس هستیم و مدرک به پزشکیمون رو اونجا ارائه بدیم تا بتونیم معافیت پزشکی بگیریم خیلی سخت بود. من پیش 3 تا دکتر رفتم، به شخصه نه تنها من، خیلی از بچهای دیگه، یعنی من نمیتونم بگم یه نفر اونجا راضی بوده که برای مدارک پزشکیشو ارائه داده برای کارت معافیت از سربازی راحت رفته باشه این قضیه رو طی کرده باشه. و اینکه دکترایی که اونجا هستن وقتی میری پیششون میخوای اونجا معاینه بشی باید بهشون 1000 تا توضیح بدی آقا من ترنس هستم، در صورتی که یه دکتری که اونجا هست خودش باید این قضیه رو انقدر بدونه، من نیاز نداشته باشم حتی براش توضیح بدم که این مسئله تا کجا پیش رفته. ولی و وقتی هم که من اونجا میدم انقدر بعد برای من ارزش قائلشن که من اونجا تغییر نکنم، 4-5 نفر دیگه اومدن به هر دلایلی هر کی به یه نحوی اومده اونجا معافیت پزشکی بگیره و من با اون خیلی فرق میکنم، اون آقا باید منو بکشه کنار به عنوان یه پزشک حداقل بدون اینکه من جلوی دیگران تغییر کنه از من سوال کنه، در صورتی که من اونجا وقتی که برگشتم گفتم من یه ترنسن، خب که چی نشون بده، بعد وقتی هم نشون دادن میگه خب که چی بقیه‌اش و من چه توضیحی دارم برای اون آقا بدم، در صورتی که دکتر یه مملکت اطلاعاتش خیلی بیشتر از منه، تخصصی به در این زمینه، نباید من اونجا تحقیر کنه. و این قضیه نه تنها برای من، برای خیلی از بچه های دیگه اتفاق افتاد و به شدت زیاد. حالا تا تو فکر میکنی بحث اطلاع رسانی که داری میگی در جامعه وجود نداره از کی، از چه سنی باید شروع بشه؟ مثلا خودت در چه سنی احساس کردی که دوست داری که به جنس مخالف تعلق داشته باشی؟ من خودم از بچگی این اتفاق برام افتاد و از بچگی این احساس رو میکردم، ولی زمانی که به این خودم متوجه این قضیه شدم که میشه یعنی همچین چیزی به عنوان ترنس هست، من خب نمیدونستم ترنس هستم، واقعا میدونستم که این جنسیت رو دوست ندارم، افکارم با جسمم فرق میکنه. و زمانی که به این موقع من خودم 17 سالم بود، من فکر میکنم از ابتدای بچگی، از زمانی که بچه خود مهد کودک میذاره، هم پدر مادرش باید از این زمین در این زمین اطلاع داشته باشه، هم اجتماع اون فرد. بسیار خوب، خیلی ممنون از شما تا. مرسی از نکاتی که مطرح کردید تا. با تاها از ترکیه و مرسده از تورنتو خداحافظی بکنیم و پیام‌های شما از مریم. مرسی احسان. در توییتر حامد برای ما نوشته همیشه جامعه ایران مرد سالار بوده و با دیدن مردی که رفتارهای زنانه داره جامعه به جای درک مسئله با ایجاد حس تحقیر و تجاوز در صدد پنهانکاریه. عدنان میگه بعضی خورده فرهنگ‌های خودساخته ما ایرانی هاست که مانع از دیدن حقایق میشه. حقایقی مانند اینکه ترانسکشوال‌ها عضو اجتماعی هستند که من هم عضوی از اون هستن. اما در سایت ما هم بحث‌هایی در گرفته، کاربران و خواننده‌های سایت ما در همین زمینه با هم اطلاعاتی رو رد و بدل میکنن، از تجربه هاشون میگن. به عنوان مثال میترا نوشته من خودم لیسانس و فارغ التحصیل رشته علوم سیاسی دانشگاه تهران هستم و پس از عمل تغییر جنسیت چندین ترم در کنار سایر دختران دانشجو با مانتو و مقنعه و ظاهری کاملا طبیعی و دخترانه ادامه تحصیل دادم. میگه از دوستاش هم ترنس هستن و مشکل ندارن و عمل کردن. دانشجوی ترم آخر روانشناسی تهران رو مثال میزنه، میگه دوست دیگه‌اش دانشجوی زبان ایتالیایی، مجد دوست دوران دبیرستانم که الان ساکن کانادا شده، بعد از عمل سالها با پوشش زنانه در وزارت بازرگانی مشغول بوده و مورد توجه و علاقه همکارانش هم بوده. من همچنان اینجا هستم تا پیام‌های شما رو بخونم. برمیگردیم به احسان و تلفن‌هاش. خیلی ممنون مریم. مرسی. با نازنین از ترکیه و شرمین از مشهد و البته قبل از اینها با شادی امین فعال حقوق همجنسگرایان و ترنس ها صحبت می‌کنیم از طریق وبکم. سلام می‌کنم به شما خانم امین. شما همونطور که گفتم فعال حقوق همجنسگرایان و ترنس ها هستید، در این بخش دوم ترنس ها دقیقاً چه مشکلی مگه وجود داره که اصلا نیاز به فعالیت از نوعی که شما انجام میدید، یعنی برابری حقوق این افراد با بقیه و رسیدن به اون حقوق، نیاز هست به این فعالیت ها واقعا در ایران؟ خب
من سلام میکنم، تشکر میکنم از توجهتون به موضوع به این مهمی که از طرف بسیاری از رسانه ها نادیده گرفته میشه، حتی در ایران که این عمل سالهاست که به عنوان یک عمل قانونی سرش تبلیغ میشه، متاسفانه ما در رسانه های رسمی اساسا اطلاع رسانی دقیقی در مورد این موضوع نداریم. اون چه که به نظر من مهم هست و ما به عنوان یه خواسته مطرح میکنیم این هستش که در کنار اینکه بحث ترانسکسوالیتی مطرح میشه که البته به غلط در ایران به عنوان اختلال هویت جنسی ازش اسم میبرن، به عنوان یک بیماری ازش اسم میبرن و ما تاکید داریم که بر اساس اون چه که سال گذشته در سطح جهان تصویب شده که دیگه بیماری به عنوان اختلال هویت جنسی وجود نداره، بلکه ازش به عنوان آشفتگی جنسی اسم میبرن که در واقع زمانی هست که فرد خودش آرزو میکنه که تغییر جنسیت بده، بدنش رو تغییر بده. تنها این سری هستن که نیاز به عمل تغییر جنسیت در رابطه باهاشون وقتی خودشون مطرح بکنن اجرا میشه. در غیر این صورت به صرف اینکه بسیاری از مشاهداتی که در ایران ما داشتیم، بسیاری از کسانی که بیش از نزدیک به 80 نفر از بچه‌هایی که یا خودشون رو ترنس میدونستن و یا قبلا اینطور فکر میکردن و در یک سال نیم گذشته ما باهاشون رابطه و مصاحبه داشتیم، بسیاری از اینها به دلیل رفتار خودشون در کودکی که مثلا لباس پسرانه می پوشیدن بازیای پسرانه میکن یا بالعکس لباس دخترانه می پوشیدن پسر بودن و بازی دخترانه دوست داشتن، از این نتیجه میگیرن که در واقع در جسم غلط هستن. در صورتی که این خیلی نیاز داره که یک آموزش اجتماعی، آموزش دقیقی به اینها داده بشه که این تعریف معمولی که جامعه رو دو قطبی کرده بین زن و مرد، زن اون هست که از بچگی از دختر بچگی عروسک بازی بکنه و پسر اون نیست که علاقه به فوتبال یا بازی های جنگی داشته باشه، ما باید این رو بشکنیم. در واقع اون چه که خانم کتریایی هم بهش اشاره کردن، سیال بودن و اینکه میتونه کسی با یک بدن زنانه در ورزش یا لباس های خوشش بیاد که مردانه تعریف شده، این تعریف رو خود بشر کرده میتونه نقدش بکنه. به همین دلیل من فکر میکنم اون چه که بهش اشاره نشد در این برنامه تاکنون این هستش که به دلیل نبود اطلاع رسانی سر مسئله همجنسگرایی، بسیاری از بچه‌هایی که خودشون رو بعدها ترنس معرفی کردن و فکر میکردن باید تغییر جنسیت بدن، به این دلیل که در زمان بلوغشون و نوجوانیشون حس میکردن به جنس موافق گرایش دارن و با توجه به تفاوتهایی که بین خودشون با همجنسهای خودشون میدیدن، من جمله نوع بازیهایی که میکردن یا نوع لباس پوشیدنشون، متاسفانه تنها درکی که بهشون داده میشه اینه که شما ترنس هستین و باید عمل بکنین. در صورتی که اگر در ایران اون خواسته ما هستش، اگر در ایران عمل تغییر جنسیت آزاد گذاشته شده که البته امروز برای تغییر جنسیت شما نیازی به عمل جراحی در سطح جهان ندارین، یعنی مراحل مختلفی داره میتونین بدون عمل جراحی تغییر جنسیت بدین، در واقع آیدی شما کارت شناسایی شما عوض میشه، خواسته ما این هست که در کنار این مسئله همجنسگرایی هم آزاد شمرده بشه و اینقدر این تابوهای چندگانه که همجنسگرایی انحراف هست و ترانسکسوالیتی یک بیماری هست از دستور کار خارج بشه و آگاهی رسانی در جامعه مطرح بشه. برمیگردیم پیش شما خانم امین، فعلا با نازنین از ترکیه صحبت بکنیم. نازنین، این موضوعی که شادی امین الان اشاره کرد، یعنی اینکه بعضی از همجنسگراها به دلایل مختلف در ایران بهشون گفته میشه که شما ترنس هستی، به خاطر اینکه به هر حال اون تفاوت‌ها رو بتونن راحت‌تر توجیه کنن برای این افراد، چقدر شما اینو مشاهده کردی؟ آیا دوستی کسی داشتید که همین مسئله رو تجربه کرده باشه؟ سلام و درود بر شما و سرکار خانم امین. من نازنین هستم، یه همجنسگرای ایرانی و میخوام امروز از زاویه دیگه به این موضوع اشاره کنم. ببینید، من طبق سوالی که شما پرسیدید نمونه زنده این اتفاق هستم. پیشتر، یعنی زمانی که در ایران بودم، دوست داشتم یه مرد باشم، از هویت جنسی خودم به هیچ عنوان راضی نبودم. احساس میکردم برای داشتن رابطه عاطفی با همجنس خودم نیاز به عمل تغییر جنسیت دارم. اما زمانی که از ایران خارج شدم و با محیط جدیدی آشنا شدم، تازه بعد از 20 و چند سال به شناخت درست از خودم رسیدم که در محیط خارج از ایران با داشتن آزادی کافی برای داشتن روابط احساسی و پوشش دلخواه به راحتی و با جسم سالم‌تری میتونم به زندگی خودم ادامه بدم. و حتی طبق چیزی که خانم شادی امین فرمودن، برای افرادی که نیاز به داشتن مدارک شناسایی مخالف جنسیت کنونیشون دارن، بدون احتیاج به عمل تغییر جنسیت میتونم مدارکشون تغییر بدم.
و فکر میکنم پذیرش خانواده هم در این مورد راحت تر باشه. زیرا هویت اصلی من محفوظ شده و اینکه به عقیده من حتی داشتن یک پارتنر با درک بالا از هویت جنسی من برای این اتفاقی که تو زندگی من افتاده بی تاثیر نبوده. و من یه نکته رو میخواستم بگم، با این شرایط در اگر این مطالب رو من گفتم چون اعتقاد دارم محیط برای عمل تغییر جنسیت بسیار متاثر است، البته به خصوص در ایران و با توجه به حکومت جمهوری اسلامی که همواره سعی در نادیده گرفتن و محوی نگه داشتن جامعه همجنسگرا رو داره. اگر اجازه بدید یه نکته در مورد ترنس، خیلی ممنون نازنین، متاسفانه فرصتمون یه مقداری کم، بذار که بقیه هم یه فرصتی بتونیم بدیم. شرمین از جمله از مشهد، شما چی فکر میکنی؟ واقعا آیا شرایط در جامعه ایران به نحوی هستش که ترانسکشوال ها بتونن به موقع متوجه به حال این فضیت بشن، بخوان که تغییر بدن جنسیتشون؟ از لحاظ امکانات حمایت های دولتی چقدر رضایت بخش است؟ با سلام خدمت شما خانم شادی امین و خانم کثیره‌ای. من از خانم شادی امین تشکر میکنم اینجا که واقعا حقوق همجنسگره ها هم ذکر کردن در ایران. اینجا واقعا جاش اینه که من از همدوستان خودم، کسانی که همجنسگره هستن، از اینا هم دفاع بکنم، چون واقعا خودم هم یکسان با افراد همجنسگره میدونم. حالا من شما خودتون ترانس هستید یعنی شرمی؟ من ترنس بودم، من 2 سالی که تغییر جنسیت دادم و الان از زندگیم راضی هستم. برخلاف انتقادایی که میشه از جامعه ایران، من میخوام بگم واقعا برای همه کیس ها اینطوری نیستش. واقعا تمام شرایط تو، آینده تو بستگی به خانواده تو داره. اگر شما از خانواده حمایت خیلی خوبی داشته باشید، واقعا میتونید که یک عمل خیلی خوب داشته باشید، میتونید یک زندگی خیلی خوب برای خودتون تشکیل بدید. ولی من میشناسم ترنسایی رو هم بودن که در داخل ایران زندگیشون خیلی سخت بوده، متاسفانه به راههای بد کشیده شدن، متاسفانه به تنفروشی کشیده شدن. چرا؟ به این دلیل که خانواده متاسفانه حمایتشون نکرده و از حمایت خانواده برخوردار نبودن. شرایط ایران واقعا متفاوت از شرایط دیگه است. اگر واقعا ایران بخوام با خود کشورهایی که داخل خاورمیانه هستن، کشور با کشور فرق میکنه. خوشبختانه نمیدونم الان تماس گرفتن دوستان از ترکیه. من تا اونجایی که اطلاع دارم کسایی که داخل ترکیه هستن، چه حالا تغییر جنسیت دادن چه کسایی که تغییر جنسیت ندادن، شرایطش به ندرت کمی شبیه ایرانه. حالا باز بستگی داره به کشورهای دیگه. بسیار خوب شرمین، بذار من یه نکته دیگر رو هم اینجا به بحث اضافه بکنم، اونم بحث در واقع بیمه های درمانی هست. از لحاظ حمایت های دولتی و حمایت های شرکت های بیمه، میخوام ببینم که آیا مثلا شما که خودتون عملو انجام دادید، اینو هزینه شو بیمه کامل پرداخت میکنه در ایران؟ هزینه هولوش چقدر از لحاظ قیمتی؟ بله، ببینید این قضیه بیمه، من فکر میکنم 6 ماهی هستش که مطرح شده، حالا درست دقیقا نمیدونم، که تصویب شده که مثلا اینکه بیمه میتونه این هزینه عمله به شما پرداخت کنه. تا قبل از این هزینه بیمه پرداخت نمیشد، به این دلیل که عمل تغییر جنسیت در ایران جزء عملهای زیبایی به حساب میومد و وزارت بهداشت این عمل رو زیر تحت پوشش خودش قرار نداده بود و بیمه بابتش پولی رو پرداخت نمیکرد. اما تازگی ها مثل اینکه به تصویب رسیده که بیمه به شما تعلق میگیره، اما متاسفانه یه پروسه خیلی طولانی داره که واقعا من از خیلی از بچه ها شنیدم این پروسه به 1-2 سال طول میکشه که بتونن این هزینه رو دریافت کنن و بعد از اون متاسفانه خدماتی رو که بیمارستان به شما میده، بیمارستان های عمومی هستن. خیلی کوتاه شد، ببخشید فرصت زیادی نداری، فقط بگو از عملت راضی بودی یا خیر؟ بله، من برخلاف کسایی که از عملشون ناراضی بودن یا ذکر کردن که من ناراضی هستی، من از عملم راضی بودم. خیلی ممنون از شما، مرسی. خواهش میکنم، مرسی. ببخشید فرصت کم بجرد از خانم امین به عنوان آخرین سوال بپرسیم که خود این عمل جراحی که در مورد شرمین موفقیت آمیز بوده و راضی هست، برای خیلی های دیگه میدونیم که ازش شکایت دارن، این مشکلاتی که میتونه پیش بیاد بیشتر چیه؟ در وهله اول اینکه متاسفانه در این برنامه توضیح داده نشد که اصلا پروسه عمل تغییر جنسیت چیه، که از یک هورمون تراپی شروع میشه که غیر قابل بازگشت هست، با تغییر صدا، تغییر مایچات، در آوردن ریش یا از بین رفتنش، در آوردن سینه و غیره هم راه است. در تو افراد مختلف طبیعتا متفاوت عمل میکنه که این اساسا در بیشتر موارد بدون نظارت دکتر تو ایران صورت میگیره و به همین دلیل بیماری های خیلی زیادی رو تاثیرات جانبی بسیاری روی بدن بچه ها داره، از ناراحتی کلیوی
تا ناراحتی های دیگه که دوچارش هستن، چاقی های زودرس و غیره. اینه که به نظرم وقتی ما از رضایت از عمل حرف میزنیم، وقتی داریم راجع به این صحبت میکنیم که چگونه این عمل صورت گرفته، باید دقت داشته باشیم که اساساً معیار این دوستان معیار دقیقی نیست. در واقع آنچه که الان ضروری نیست اساساً در واقع به عنوان عقیم سازی ازش اسم برده میشه، که شما به محض اینکه به عنوان یک زن میخواین میگین تغییر جنسیت میخواین بدین، رحم شما رو خارج میکنن و سینه های شما رو تخلیه میکنن. امروزه در سراسر جهان در واقع در بیشتر کشورها این قانون تصویب شده که به عنوان یک عمل اجباری شناخته شده و اصلا ضروری نیست برای اینکه شما تغییر جنسیت بدین، یا بیرون آوردن بیزه ها اصلا ضروری نیست. اینه که در واقع مراحلی که تو ایران طی میشه مراحلی است که عقب مونده هست. دکترایی که این کار رو انجام میدن تخصص کافی ندارن و بازار بسیار خوبی رو پیدا کردن تو این زمینه. نکته مهمتر اینه که ما اساسا از مشاوره و روانپزشکی پس از عمل سراغی نمیبینیم تو ایران. یعنی بعد از اینکه شما عمل کردین، کسی با شما کاری نداره که چه بر سر شما میاد، چگونه در زندگی جدیدتون به سر میبرین، و یکی از مشکلات جدی هست برای بچه‌هایی که تن به این عمل میدن و مجبور میشن عمل بکنن. خیلی ممنون از شما، مرسی. با نازنین از ترکیه خداحافظی بکنیم. هوداد رو از ترکیه داریم روی خط یک. به عنوان آخرین بیننده اگه بشه مقدار توضیح بدید در مورد شرایط ترانسکشوال ها در ایران، ممنون میشه. سلام میکنم خدمتون. من هوداد هستم، روانشناس و فعال حقوق بشر، و یکی از زمینه‌هایی که کار میکنم حقوق ترانسکشوال ها هستش. یکی از مواردی که بهش اشاره نشد مشکلاتی هستش که این افراد حتی بعد از عمل و سر مسئله ازدواج دارن. به عنوان مثال ترنس های آقا وقتی که میخوان با یه دختر خانم ازدواج بکنن، اگر که پدر دختر اجازه نده، پسرهای غیر ترنس توی همچون شرایطی با اون دختر خانم میرن مراجعه میکنن به دادگاه و از دادگاه اجازه ازدواج رو میگیرن، ولی پسرهای ترنس نمیتونن، یعنی دادگاه بهشون این اجازه رو نمیده و تا زمانی که پدر دختر اجازه نداده باشه اینا قادر نیستن که ازدواج بکنن. و اگر حتی متوجه نشه دادگاه، یعنی یه جوری بالاخره ازدواج کرده باشن، حالا پدره مثلا اول اجازه داده باشه بعد متوجه شده باشه که پسر ترنسه، میتونه حتی ازدواج اینا رو باطل بکنه. و این به خاطر اون مشکلی که تو ایران همچنان ترنس بودن یک اختلال اعصاب و روان به حساب میاد، و دوباره همین که این اختلال اعصاب و روان به حساب میاد توی کارت معافیت اینا ذکر میشه، که بعد میرسیم به مشکل بعدیش که مشکل کار پیدا کردن هست. وقتی که توی کارت معافیتشون ذکر شده که این مشکل اعصاب و روان هست، اینا نمیتونن کار پیدا کنن تو زمینه دولتی، که اصلا توی زمینه خصوصی هم خیلی براشون مشکل میشه، به ندرت میتونن کار پیدا کنن. ببینید از خانواده هاشون که ترد میشن، خیلی هاشون مورد خشونت قرار میگیرن، بعد میایم تو زمینه حقوقشون هم که به این شرایط هست. حالا اگر خیلی ممنون، متاسفانه شما فرصت کمه همینجا، بعد از شادی همین فعال حقوق همجنسگرایان و ترنس ها و هوداد از ترکیه و شرمین از مشهد خداحافظی بکنیم. پیام های شما باز از مریم. متشکرم احسان. در فیسبوک مهدی میگه در سبک حرف زدن و کلماتی که برای خطاب قرار دادن این افراد به کار میره خیلی سخیف و ناپسنده. اگر ما اونقدر فرهنگمون و مغزهامون بسته نبود که حاضر نبودیم به غیر از چیزهایی که از بچگی تو مغزمون درست کردن، چهار تا بحث علمی و منطقی رو دنبال میکردیم، وضعیت این نبود. نسرین در فیسبوک میگه به عنوان یک ترنس میگم که کاش به دنیا نیامده بودم، حالا که اینجوری ام مرگ برام خیلی خیلی بهتره. پروین میگه خیلی غم انگیزه، یک نفر رو میشناختم عمل جراحی کرد، از خونه بیرونش کردن، بسیار آدم خوبی بود ولی تو اجتماع خیلی اذیت میشد. اولش به عنوان دختر میشناختنش، ورزشکار هم بود، بعد از عمل پسر شد، میرفتیم کوه، آقایون هم رفتار خیلی بدی باهاش داشتن و نمیتونستن بپذیرنش. در توییتر حامد میگه برای من سواله که خانواده ها چطور از فرزندانشون فقط به خاطر گرایش جنسی اونها حاضرن بگذرن. کاربر دیگه هم میگه سیستم میخواد مسئله رو صرفا در محدوده عملهای تغییر جنسیت حل کنه. ببخشید که نتونستم همه پیام هاتون رو بخونم، خداحافظی میکنم، برمیگردیم به احسان. خیلی ممنون مریم، مرسی. آکان از تورنتو، مهرداد از تهران و آرمان از سوئد و فربود از تهران، باز خیلی دیگه بودن که میخواستن تو برنامه بیان، فرصت نشد. به پایان بحث میرسیم. برای پیشنهاد موضوع میتونید به ما تماس بگیرید مثل همیشه از طریق آدرس ایمیل شما @bbc.co.uk. برای بحث و تبادل نظر با بقیه مخاطبان صفحه فیسبوک بی بی سی فارسی رو هم فراموش نکنید. اونجا پایین مطالب میتونید حسابی با هم دیگه بحث و جدل البته به شکل مثبتش داشته باشید. تا فردا و برنامه دیگه، شاد باشید و برقرار. خداحافظ.